دولت پاکستان تصمیم گرفته است تا حدود 1,000,000 پناهجوی افغانستانی که دارای مدارک اقامتی قانونی نمی باشند را از این کشور اخراج کند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که کابینه سرپرست این کشور روز سه‌شنبه 4 مهر این تصمیم را تصویب کرده است. شماره از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این تصمیم تازه حکومت پاکستان به دلیل تنش‌ها میان پاکستان و گروه طالبان در افغانستان گرفته شده است. بر اساس این گزارش، حداقل 700,000 شهروند افغانستانی که از گذشته در پاکستان اقامت دارند، مدارک اقامت خود در این کشور را تمدید نکردند. در گزارش آمده است که بازگشت این افراد به افغانستان در 3 مرحله انجام می شود و در مرحله اول آن افغانی هایی که بدون مدارک مناسب در پاکستان می مانند و کسانی که اسناد و ویزای خود را تمدید نکردند، اخراج خواهند شد. بر اساس برخی گزارش ها طی 6 روز گذشته بیش از 1,000 مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. پیش از این برخی از نهادهای مدافع حقوق بشری بین المللی از اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از سوی پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف آن شده بودند. گفتنی است پس از تسلط گروه طالبان در افغانستان طی 2 سال گذشته صدها هزار شهروند افغانستانی به دلایل امنیتی و فقر مجبور به ترک کشورشان شده و به پاکستان پناه بردند. بر پایه آمار کمیساریه عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد مهاجران افغانستانی در پاکستان تا ماه ژوئن سال جاری میلادی به 3.7 میلیون تن در آن کشور افزایش یافته است. افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. بله، من سلام علیکم جناب آقای افضل. تصمیم تازه پاکستان مبنی بر اخراج اجباری 1,000,000 مهاجر افغانستانی تا چه حد جدی است و مهمترین دلایل آن چه بوده است؟ ببینید، با توجه به تشدید اختلافات میان دو همسایه افغانستان و پاکستان، بحث دست داشتن، ادعای طرف پاکستانی مبنی بر دست داشتن آن دست از پناهندگان غیر ثبت شده، غیر رسمی، یا بگیم که به طور غیر قانونی در پاکستان مقیم بودند، در حملات تروریستی میل به این داشته که طرف پاکستانی پرونده بالاخره پیگیری پناهجویان غیر مقیم افغان در پاکستان رو دوباره باز بکنه. در 2 سفر اخیر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان جناب آقای دورانی به کابل، حتی این بحث هم به میان اومده بود که پاکستان به شدت نگران دخیل بودن برخی از پناهندگان افغانستان در حملات مرزی، به ویژه حملات در داخل پاکستان، که آخرین این حملات نسبت به اتهام علیه پناهجویان افغانستان مرتبط با حمله تروریستی در ایالت بلوچستان که پس از این فرمانده ارتش پاکستان به شدت و صراحتاً هشدار میده به طالبان افغانستان که اگر اینو پیگیر وضعیت پناهجویانشون نباشن و نخوان یک نظارتی داشته باشن، پاکستان نسبت به اون سخاوتمندانه‌ای که تا 3-4 دهه گذشته نسبت به افغان بوده شاید از اون عقب نشینی بکنه. به نظر میرسه تداوم این اختلافات در آستانه برگزاری نشست فرمت مسکو که قرار از فردا در شهر کازان روسیه برگزار بشه در افغانستان، پاکستانی ها این جدیت رو میخوان نشون بدن به طرف افغانستان به هیئت حاکم موقت که اگر اینا نتونن مطالبات همسایگانه بشه پاکستان در برخورد با تروریسم، ناامنی های مرزی و نابسامانی ها در خصوص روابط اجتماعی رو پیگیری کنن، مطمئنن این قضیه جدیت بیشتر رو خواهد داشت. بله، برای بینندگانمون بفرمایید که با توجه به وخامت اوضاع در افغانستان، اخراج اجباری صدها هزار مهاجر چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟ قطعا هیئت حاکمه موقت پاکستان افغانستان اصلاح میکنیم متحمل بالاخره بازگشتن هزاران نفر از اتباع خودش از پاکستان نخواهد بود، کما اینکه دیروز معاون سیاسی
سرپرست وزیر وزارت امور خارجه طالبان افغانستان دوباره از ایران و پاکستان میخوان که مثلا رفتارشون در قبال پناهجویان نرمتر کرده و جلوی اخراج اجباری اونا رو بگیره تا مثلا افغانستان به وضعیتی برسه که بتونه برای میزبانی مجدد از افغان خودش آماده بشه. مطمئنا نابسامانی‌های اقتصادی در افغانستان بجز برخی از اقدامات حکومت طالبان در باثبات نگه داشتن ارز افغانی، بالاخره زیرساخت‌های دیگه لازم است که ناظران سیاسی بین المللی اینجور فرض می‌کنند که افغانستان فعلا زمینه ای نداره. و همین حساب کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل اولین نهادی بود که واکنشش میده به تصمیم غیر علنی دولت پاکستان و از دولت پاکستان میخواد که تجدید نظر بکنه تا زمانی که حداقل یک فضای در افغانستان باشه. با توجه به بالاخره بی‌ثباتی سیاسی و علامت سوالی که هنوز در این بنبست وجود داره که آیا حکومت طالبان کی قراره به رسمیت شناخته بشه، خب اینا یک سلسله موانعی هستش که میتونه مشکلات اون پناهندگانی که قراره برگردن به افغانستان رو بیشتر بکنه. ممنونم از شما جناب آقای افضل رضا از اسلام آباد با ما همراه بودند.